گیلاسیا سلام، امروز میخوایم خلاصه یه فیلم تریلر خفن رو ببینیم که محتوای خیلی جالبی هم داره و تو مدت رو درگیرتون میکنه. اسم فیلم وان بی آر هست که در سال 2009 منتشر شده. یادتون نره این خلاصه کل فیلمو اسپویل میکنه و حواستون باشه تا آخرش بهم فوش ندید. رفقا سابسکرایب برای شما اصلا نداره ولی آینده کانال منو میسازه پدر نظر بگیریدش. فیلم با نمایش دختری به نام سارا شروع میشه که به تازگی تصمیم گرفته رو پای خودش وایسه و داره دنبال خونه ای میگره تا اجاره کنه. با دیدن آپارتمان مناسب وارد ساختمونی میشه که همه همسایه‌ها برای تفریح دور هم جمع شدن و به عبارتی خیلی با هم صمیمی میان. دیدن وضع خوب همسایه‌ها و دوستیشون با هم همراه آپارتمان که خیلی جمع و جور و شیکه باعث میشه سارا به قسمتایی از دیوار که ضرب دیده توجهی نکنه و در خاطرش برای زندگی تو این واحد رو ثبت بکنه. مدیر ساختمون به اسم جری هم برای شرایط زندگی رو توضیح میده که دو قانون اساسی داره. یکی اینکه هیچ حیوان خونگی نباید بیارید داخل و دومش این که سیگار نکشید. سارا هم موافقت میکنه و از اونجا میره تا اعضای ساختمون تصمیم بگیرن کدوم یکی از کاندیداها به این ساختمون برای زندگی بیاد. شب میرسه و میبینیم سارا اتاق توی موتل اجاره کرده و با اینکه یه گربه خونگی داره به مدیر ساختمون جری دروغ گفته بلکه قبولش بکنه. پدرش به زنگ میزنه و حالش رو میپرسه، بعدم ازش میخواد که زودتر بیاد خونه، اما سارا میگه من دیگه بر نمیگردم، اینجا برای خودم کار و زندگی دارم میسازم. رابطه سارا و پدرش هم زیاد خوب نیست و در آینده متوجهش میشه. روز بعد سارا به اداره میره که روز اول کاریشو شروع بکنه. همون روز با همکارش لیزا رفیق میشن و از ساختمون روز قبل هم بهش زنگ میزنن که درخواستش تایید شده تا برای زندگی به اونجا بره. اون گربهشو زیر لوازمش قایم میکنه و خیلی زود اساسشو به ساختمون جدید میبره. یکی از همسایه‌ها به نام برایان میاد و بهش خوش آمد میگه، یه پسر خیلی هاتم است و ازش دعوت میکنه که بیاد توی حیاط تا با همه همسایه‌ها دیدار کنه. همشون مهربونن و خیلی دوستی خوبی بینشون شکل میگیره. حتی مدیر ساختمون یعنی جری هم با همه بگو برهم میخونه و کلا رابطه عجیبی بینشون نیست که خبری از تنش یا چیزهای بد بده. تنها کسی که باعث نگرانی سارا میشه مردی به نام لستره، مردی که همیشه عینک به چشم داره و کلا رفتاری عجیب غریبی از خودش نشون میده. اون به سمت سارا میاد، کتابی رو به نام قدرت جامعه سمتش میگیره تا بخونه، اما سارا با نگرانی دست رد بهش میزنه و راه خودش رو میره. آخر شب سارا توی اتاقش داره سعی میکنه بخوابه که صداهای عجیبی از همه جا به گوشش میرسه، صدایی که خوابش مختل میکنن و آرامشی براش نمیذارن. روز بعد میرسه و سارا تو شک تختش داره به خونه میبره که برایان دوباره سعی میرسه و بهش کمک میکنه، اما وقتی به دم در آپارتمان سارا میرسه اون نمیذاره بیاد داخل تا نکنه یه موقع گربهشو ببینه و براش مشکلی پیش بیاد. چند شب بعدی هم سارا دقیقاً همون صداها رو دوباره میشنوه و کلا با خوابیدنش تو آپارتمان جدید مشکل داره. یه شب صدای جدیدی میاد که سارا از جاش بلند میشه و میفهمه در آپارتمانش نیمه بازه. با وحشت میدوه و میبندتش، اما صبح روز بعد یه دفعه نامه‌ای از زیر در اتاقش به داخل فرستاده میشه. اون با تردید نامه رو باز میکنه و میبینه یه هشدار از طرف یکی از اهالی ساختمون. توی نامه نوشته شده نباید حیوان خونگی به اینجا بیاری چون بعضی از اهالی بهشون حساسیت دارن. سارا خیلی میترسه چون غیر ممکنه کسی از قضیه گربه باخبر شده باشه و وقتی هم از اتاقش میره بیرون همه باهاش مثل سابق رفتار میکنن و به هیچ کس نمیتونه شک بکنه، البته غیر از همون مرد عجیب و آپارتمان یعنی لستر. سارا با دیدنش سری به سمتش میدوه تا صحبت کنه، اما لستر در میره. قبل از اینکه سارا بره دنبالش برایان سر میرسه و ازش دعوت میکنه که به مهمونی امشبش بیاد. اون مهمونی برای همه اهالی ساختمون گرفته تا همه بیان شام بخورن. سارا هم میگه حتما خودمو میرسونم و از هم جدا میشن. دختر به سر کارش میره و به خاطر بیخوابی این مدت به سختی میتونه کار کنه که باعث عصبانیت رئیسش هم میشه. شب به همراه همکارش لیزا به خونه میان چون کلا مهمونی برایان رو فراموش کرده. برایان هم از شنیدن این قضیه ناراحت میشه اما چیزی نمیگه و به خونش برمیگرده. سارا و لیزا اون شب راجع به زندگیشون حرف میزنن. اینجا که میفهمیم دلیل عصبانیت سارا از پدرش اینه که به مادرش خیانت کرده و الان با کسی دیگه ای زندگی میکنه. برای همین سارا نمیتونه خونه رو تحمل کنه و کلا از اونجا زده بیرون. بعدم از صداهای عجیب آپارتمان و نامه که گرفته گله میکنه و لیزا سعی میکنه آرومش کنه و به خونه خودش برمیگرده. نصف شب صدای دیگه به گوش میرسه که سارا یه دفعه از خواب میپره. اون با حس کردن بوی آتش دود به اتاق دیگه میره، جایی که یه نامه تهدید دیگه روی کابین گذاشته رو در کمال وحشت گربه خودش رو توی فر گاز میبینه که زنده زنده سرخ شده. سارا وحشت میکنه و همون لحظه یه نفر از پشت جلو دهنشو میگیره و اونو به زور به صندلی میبنده. سارا فکر میکنه این مرد همون لستر رو ازش خواهش میکنه ولش کنه، اما تیه یه اتفاق عجیب دیگه میفهمیم این مرد کسی نیست جز همسایه مهربونش برایان. برایان مشغول به پر کردن سرنگ برای بیهوشی میشه که سارا خودش رو زمین میندازه تا صندلی بشکنه و سری با دست بسته پا به فرار میذاره. بیرون از آپارتمان یکی از همسایه ها رو میبینه و سری میدوه سمتش تا ازش کمک بگیره. برایان میاد بیرون و دوباره در کمال تعجب همسایه هم کمکش کنه تا دوتایی سارا رو دستگیر کنن. وقتی دارن اون رو برمیگردونن همه همسایه ها رو میبینیم که خیلی عادی به این قضیه نگاه میکنن، حتی توی آپارتمان سارا یه سریش منتظر موندن از جمله جری یعنی مدیر ساختمون. یکی از همسایه ها میگه باید میومد مهمونی چون میخواستیم اونجا بیهوشت کنیم و با تزریق سرنگ چشمای سارا بسته میشه. چند ساعت بعد دخترش سوچ باز میکنه و میفهمه تو اتاقی از ساختمون زندانی شده. سراش هم به یه جایی نمیرسه، اما چند لحظه بعدش برایان و جری به داخل اتاق میاد. جری بهش میگه هیچ کس قرار نیست دنبال تو بگرده، حتی دوستت لیزا که با گوشیت بهش پیام فرستادیم و گفتیم رفتی مسافرت، پس بهتر با همون همکاری بکنی. سارا مخالفت میکنه و زیر بار حرفشون نمیره که جری همسایه عجیبش
یکیشون یعنی لستر رو صدا میکنن. لستر که سارا از همون اول ازش میترسه جلو میاد و برداشتن عینک چشمشو نشون میده که به طرز وحشتناکی تخلیه شده. جری میگه این تنبیه برای کسیه که همکاری نمیکنه یا قصد فرار کردن داره. سارا هم خیلی میترسه و قبول میکنه هر کاری که میگن انجام بده. جری بهش میگه باید دستتو به دیوار بزنی و پاهاتو عقب‌تر بیاری تا وقتی چراغ روی دیوار سبز شده توی همین حالت باقی بمونی. موسیقی خیلی عجیبی هم با صدای بلند تو اتاق پخش میشه که خیلی رو اعصاب دختر میره. سارا یه مدت کوتاهی دووم میاره اما در آخر حالش بد میشه و بیهوش میفته رو زمین. چراغ همچنان قرمز بود و برای همین جری و برایان با یه سری ابزار به اتاق برمیگردن. اونا دوباره سارا رو بلند میکنن و این بار بدون هیچ رحمی جفت دستی اونو با میخ به دیوار میچسبونن تا دیگه نیفته. اینجاست که سارا میفهمه اون همه خط و خش روی دیوار برای چی بوده و کاش بهشون توجه میکرد. ساعت‌ها میگذره و این شرایط به شدت روی جسم و روان سارا تاثیر گذاشت تا جایی که دیگه نمیتونه تحمل کنه و دستشو یه دفعه میکشه تا از میخ جدا شه. چند لحظه بعد برگان و جری به اتاق برمیگردن اما این بار جای تنبیه و شکنجه بهش میگن تو امتحانو قبول شدی و بهش تبریک میگن. بعد اونو به اتاق پیش بقیه خانم‌های ساختمون میبرن که با خوشرویی و مهربونی ازش استقبال میکنن. یکی از خانوما که دکترم هست میاد جلو تا زخمشو درمون بکنه. بقیه افراد هم دسته خودشون نشون میدن که رد میخ روشون واضحه، یعنی همه اونا یه زمانی این مرحله رو گذروندن تا اینجا ساکن بشن. بعد از بستن زخمای سارا برایان و جری ازش میخوان به اتاق دیگه ای بیاد، جایی که میزی گذاشته شده و مثل اداره ها میخوان با سارا مصاحبه کنن. مصاحبه که با استفاده از دستگاه دروغ‌سنج انجام میشه. اول از سارا راجع به سابقه جنسی اون سوال میکنن. جری میگه صادقانه صحبت کردن یکی از مهمترین ویژگی های جامعه ایماست و رازداری باعث هرج و مرج میشه. بعدم به سارا همون کتابی که لستر قبل‌تر آورده بود یعنی قدرت جامعه رو میدن و ازش میخوان با دقت بخونتش تا دوباره بعدن برای مصاحبه بیاد. سارا چند روز به خوندن این کتاب و رفت آمد با اهالی ساختمون میگذرونه. اینطوری با طرز فکر جالب این افراد بیشتر آشنا میشه و یاد میگیره هدف اصلی در جامعه چیه و باید چه جوری باشه. هدف اصلی اینه که جامعه ای بسازن که با بقیه متفاوت باشه و همه افراد با هم هماهنگ بشن یا به روایتی هارمونی قوی بینشون شکل بگیره. دوباره جری و برایان از سارا درخواست میکنن برای مصاحبه بیاد. این بار ازش میپرسن چهار اساس اصلی جامعه رو نام ببر که سارا هم با اعتماد به نفس جواب میده: از خودگذشتگی، محرم بودن نسبت به راز همدیگه، قبول کردن افراد با شرایط مختلف و امنیت داشتن. بعد از سارا میپرسن دوست داری جزو جامعه ما بشی که در کمال تعجب بعد از اون همه آزاری که از طرفشون دیده میگه آره. اما دستگاه دروغ‌سنج فعال میشه و میفهمیم حرف دل سارا این نیست. برای همین بهش میگن یه مدت دیگه با اعضای ساختمون زندگی کن تا دوباره باهات صحبت بکنیم. اون به قسمتی از ساختمون برده میشه که برای بچه‌ها کلاسایی میذارن تا بهشون راجع به جامعه خودشون یاد بدن. ایده این افراد توسط فردی به نام چارلز الربی ساخته شده و توی این کلاس‌ها حرفای این مرد کتاباشه بچه‌ها یاد داده میشن. سارا هم چند روز وقتشو میذارن تا با این کلاس‌ها علاقه بیشتری به این تئوری عجیب غریب پیدا بکنه. واقعیت هم اینطوری میشه و همون چهار اساس جامعه رو به درستی درک میکنه. یه جمله جالبی که چارلز الربی برای اساس آخر یعنی امنیت جامعه میگه اینه که وقتی بدونید همسایه شما حواسش به خونتون هست خیلی خیالتون راحت‌تر میشه. الربی معتقد اگه این چهار اساس توی جامعه رعایت بشه چیزهایی مثل فقر و تنهایی از اون دور میشن. بعد از کلاس جری میگه حالا آماده ای که نقشه بزرگتر توی جامعه ما ایفا بکنی. بعد اونو به اتاق میبره که پر از مانیتوره. توی همه جای ساختمون حتی تک آپارتمان و دستشویی‌هاشون هم دوربین وجود داره و از این اتاق همه چیز بررسی میشه تا به قول خودشون جامعه رو درست هدایت کنن و امنیتشون تامین بشه. سارا میفهمه چجوری از وجود گربهش با خبر شدن. در کمال تعجب میبینه یه دوربین پشت سر خودشون به دیوار وصله. وقتی از برایان میپرسه کی دیگه ما رو زیر نظر داره، برایان میگه به ما مربوط نیست و برگرد سر کار خودت. سارا در حال بررسی دوربین است که یه دفعه میبینه یکی از همسایه‌ها حالش بد میشه و روی زمین میفته. برایان سریع به دکتر ساختمون خبر میده و اینطوری همه به کمکش میرن. مدیر ساختمون یعنی جری هم کلی از سارا تشکر میکنه که وظیفه‌اش درست انجام داد و حواسش به همه چی بوده. همه اهالی ساختمون دور این پیرزن که حالش بد شده بود جمع میشن. برایان شروع به حرف زدن میکنه و میگه ما قدر همه زحمتی که توی این مدت کشیدی و میدونیم و برای هممون مثل مامان بزرگ بودی. همه چیز عادیه تا وقتی که حرفای برایان شکل خداحافظی میگیرن و یه کپسول گازم به اتاق این پیرزن میارن. سارا خیلی میترسه و سعی میکنه جلوشون رو بگیره اما برایان میگه این همسایه دیگه نمیتونه به جامعه ما کمکی برسونه و بار اضافیه. در کمال تعجب پیرزن هم هیچ مشکلی با این قضیه نداره و انگار میدونه که قراره چه اتفاقی بیفته. بعد از چند لحظه پلاستیکی روی سر پیرزن میکشن و با باز کردن گاز سمی اونو به قتل میرسونن. سکانس بعد سارا و برایان پیش هم نشستن و کمی از گذشته برایان صحبت میکنن. اون به سارا میگه که جامعه این ساختمون خیلی به من کمک کرد تا با مشکلات روحیم بجنگم. سارا دوباره پیش برایان جری میره تا یه بار دیگه باهاش مصاحبه بکنه. این دختر با اینکه دیده حتی برای مرگ افراد ساختمون هم دارن تصمیم میگیرن بهشون میگه من هنوزم میخوام اینجا زندگی کنم و این بار حرف دلشه. اونا هم بالاخره قبولش میکنن. بعد با بستن چشمای سارا اونو به حیاط ساختمون میبرن، جایی که یه جشن گرفتن تا بهش خوشامد بگن. بعدم با استفاده از حرارت زیاد یه آهن داغ رو به پشت گوشه این دختر میذارن که
متوجه میشیم علامت همه اعضای ساختمون روی تن همشون هک شده. اتفاق عجیب دیگه که میفته اینه که اعضای ساختمون قصد دارن لستر، یعنی همون مردی که چشم نداشت، با سارا ازدواج بکنه. اعضای ساختمون میگن لستر همسرش به خاطر سرطان از دست داده و حال خوبی نداره. به ایده خودشون این کار یه نوع کمک به افراد جامعه است و سارا باید باهاش ازدواج کنه. این دختر هم که مغزش انگار شستشو داده شده قبول میکنه و همون موقع با بوسیدن هم زن و شوهر میشن. بعد از جشن سارا مجبور میشه واحد لستر بره و مثل زن و شوهر برای اولین بار وارد خونهشون میشن. لستر براش توضیح میده حالا که ما ازدواج کردیم دیگه واحدی که قبلا اجاره کردی برای تو نیست و باید اینجا بمونیم. اون واحد برای اجاره میذارن تا عضو جدیدی برای جامعهمون به وجود بیاد. لستر به سارا میگه بیا تو اتاق خواب من. این دخترم میترسه و خیلی مرتبطه که همون لحظه یه دفعه جری سر میرسه و میگه یه مشکلی داریم. زن و شوهر میرن بیرون و میفهمن بابای سارا برای دیدنش به ساختمون اومده. جری به سارا میگه باید پدرتو کلا از اینجا دور کنی وگرنه مجبور میشیم بکشیمش تا دیگه پیداش نشه. یکی از آپارتمانهای خالی رو هم آماده میکنن که مثلا خونه سارا و پدرش میاد دم در. برایان هم با اسلحه یه جا قایم شده که اگه سارا کوچیکترین حرفی به باباش زد اونو درجا بکشه. پدر هم میخواد با دخترش حرف بزنه و به خاطر کاراش معذرت بخواد، اما سارا خودشو از پدر دورتر میکنه. برایان وقتی میبینه پدر سارا قصد رفتن نداره با تفنگ نزدیکش میشه، اما همون لحظه سارا به باباش کلی فحش بعد بیرون میده تا اونو از خونه بیرون کنه و اینطوری جونشو نجات میده. بعدم میگه دیگه نمیخوام ببینم تو، کلا میفرستتش بیرون. سارا به خونه مشترکش با لستر برمیگرده. لستر اونو به اتاق خواب میبره، اما میفهمی فقط قصدش چرخ خیاطی که مامانش بهش یادگاری داده نشونه سارا بده. لستر خیلی آدم خوب و بیگناهیه و حتی میگه من بارها به فرار کردن خودکشی فکر کردم، اما من تو هیچ راهی نداریم و درگیر این جامعه شدیم، پس فقط باید قبولش کنیم و دست همو میگیرن تا همو دلداری بدن. چندین روز میگذره و سارا با افراد جامعه بیشتر رفیق میشه و در واقع همه چیزو قبول کرده و راضیه. این تا زمانیه که واحد خالی شده ای سارا رو دوباره برای اجاره میذارن. سارا خیلی به هم میریزه وقتی میفهمه دوستش یعنی لیزا برای زندگی تو این ساختمون درخواست داده. این استرس وقتی مدیر ساختمون درخواست لیزا رو قبول میکنه و باهاش قرارداد میبنده 100 برابر میشه. لیزا با آپارتمانش میره و حالا سارا کنار برایان میشینه و با دوربین اونم زیر نظر داره. اینجا میفهمه حتی صداهای عجیبی که شبا میشینه توسط دستگاه های اتاق کنترل تولید میشه تا روح و روان اعضای جدید تحت تاثیر قرار بدن و اونا رو برای عضویت تو جامعه آماده بکنن. اعضای ساختمون به لپتاپ و اکانت های مختلف لیزا دسترسی دارن و روز به روز خیلی نامحسوس ارتباط تو اون با دوستا و هر کسی که میشناسه رو با مشکل مواجه میکنن تا هیچ کسی که پیگیرش نباشه. شب مورد نظر میرسه و سارا به جری اختار میده که لیزا شخصیت جنگجویی داره و به راحتی من نمیتونی زندانیش بکنین، پس حواستون باشه. لیزا بیهوش به اتاق برده میشه و وقتی بیهوش میاد همون حرف سارا اتفاق میفته. اون نمیذاره کسی نزدیکش شه، حتی به برایان سرمه میرسونه. برای همین جری از سارا میخواد بره داخل تا دوستش آروم بکنه. حتی کاری از دست اونم برنمیاد و لیزا سعی میکنه فرار کنه، اما دوباره میگیرنش. این بار برای تنبیه کردن لیزا جری قصد داره میخی رو به گوش دختر فرو بکنه. از سارا میخواد پیچگوشی رو نگه داره، اما قبل از اینکه موفق به انجام این کار بشه سارا یه دفعه به خودش میاره با یه ضربه گلوی جری رو کلا سوراخ میکنه. سری دو تا دختر سعی میکنن فرار کنن، اما جری که هنوز زنده است به دم در میاد و با شلیک یه گلوله لیزا رو در جا میکشه. سارا از مردن دوستش خیلی عصبانی میشه و به جری حمله میکنه و با ضربه های متعدد مرد رو سلاخی میکنه و تفنگش رو برمیداره تا کلا از اونجا بره بیرون. قبل فرار چیزی که توجهش رو جلب میکنه اینه که حتی جری به عنوان مدیر اصلی این کارهای وحشتناک هم روی دستش رتبه میخ و بالای گوشش هم همون علامته. یعنی حتی جری هم توسط افراد انتخاب شده و خودش فقط به عنوان یه مهره کوچیک توی این فرقه است. سارا شروع به فرار میکنه و آژیر خطر ساختمون به صدا در میاد. اون با تفنگش همه رو عقب میزنه و توی حیاط خونه دورش میکنن. برایان میاد سمتش تا آرومش کنه، اما سارا بدون هیچ مکسی به شلیک میکنه و اونو هم میکشه. اون فرارش رو ادامه میده و به در خروجی میرسه، اما قبل از باز کردنش لستر و بقیه اعضا موفق میشن جلوشو بگیرن. لستر تفنگ سارا رو ازش میگیره، اما دوباره در کمال تعجب به مردی که سارا رو گرفته شلیک میکنه و اونو نجات میده. سارا سریع از آفمون بینه بیرون، اما لستر همونجا میمونه تا جلوی بقیه رو بگیره و در آخر با یه شلیک گلوله به سرش خودشو میکشه. بالاخره دختر موفق میشه در بره و همینطوری پا به فرار میذاره. اما اتفاق عجیب دیگه ای هم میفته و میبینه چند ساختمون جلوتر همون تابلوی اجاره آپارتمان قبلی گذاشته شده و جلوی چند تا ساختمون دیگه هم وجود داره. یکی دیگه از آپارتمان آژیر خطرش به سر در میاره، همون آژیری که موقع فرار سارا از ساختمان قبلی فعال شد. دوربینای متعدد روی همه ساختمان وجود داره و همشون شبیه به ساختمونی هستن که سارا قربانی شده بود. اینجاست که دختر میفهمه کار این فرقه فقط محدود به اون ساختمون نبوده و جامعه آرمانی که این فرقه ساخته خیلی بزرگتر از یه ساختمون ساده است. اکثر ساختمان‌های شهر تحت تاثیر حرفای چارلز الربی هستن و انگار کل شهر همینطوریه. سارا با اینکه شوکه شده و نمیدونه تا کجا میتونه ادامه بده تسلیم نمیشه و شروع به دویدن میکنه. اینجاست که فیلم پایان میرسه. این فیلم خیلی حرف برای گفتن داره و میشه ساعت‌ها راجع به ایدئولوژی که توش هست صحبت کرد. جالبه که ما یه جامعه خیلی کوچیکو توی ساختمون میبینیم، اما حرفای فیلم انگار کل دنیای واقعی رو داره برای ما شهر میده. دنیایی که
که توی سیاست مدار خیلی چیزها رو علکی به ما یاد میدن. مثلا میگن از خودگذشتگی یعنی جنگیدن برای آرمانهای اون سیاست مدار، یا قبول کردن یعنی کنار اومدن با همه تصمیمهای سیاست مداری بزرگ و هر چهار اساس چارلز الربی به یه شکل دیگه توی دنیای ما داره اجرا میشه تا آدما رو مثل برده مطیع بکنه. اینجاست که ما میتونیم تصمیم بگیریم عضوی از این جامعه بمونیم یا با اینکه خیلی سخت و حتی غیر ممکنه پا به فرار بذاریم، با اینکه نمیدونیم آخرش چی میشه. یادتون در نظرتون رو برام بنویسید. روزتون هم گیلسی.